زخم‌ها و جراحت‌های عمیق از دلایل اصلی خونریزی‌های شدید و گاهن باعث مرگ میشن اگر که اونها رو به حال خودشون رها کنیم. در این جلسه و برنامه می‌خوایم با چند قدم اساسی و حیاتی به شما یاد بدیم چطور میشه جان یک مصدوم رو نجات داد. در این برنامه ما نیاز به داوطلب داریم. آلستر و سم اینجا هستن تا ما کمک کنن. آلستر و سم میشه بریم برای ما یه زخم درست کنیم؟ چرا ما از این زخم می‌خوایم اینجا استفاده کنیم؟ برای اینکه وقتی که شما در واقعیت با یک زخم روبرو میشین که یه زخم حقیقی هست، انقدر ممکنه که اون صحنه دلخراش باشه که خودتون هول کنین، دست و پاتون رو گم کنین و حتی ممکنه حالتون بد بشه. بنابراین آلستر سعی می‌کنه اینجا اون زخمی رو که برای ما درست می‌کنه، هر چه بیشتر و بیشتر به یک زخم طبیعی در واقع شبیه باشه که اون لحظه وقتی شما مصدوم رو می‌بینین، بتونین راحت‌تر اقدام کنین. زخم خیلی عمیقه، 3-4 لایه از پوست رو پاره کرده و احتمالا حتی یه رگ اصلی هم ممکنه پاره شده باشه. همونطور که گفتم نباید خور کنین، نباید دست پاتو رو گم کنین. وقتی زخم رو دیدین بلافاصله اون چیزی که دم دستتون هست مثل تیشرت، پارچه، ملافه تمیز یا اگر که بانداج باشه که خیلی بهتره، سریعا اینو برمی‌دارین و روی زخم به صورت عمودی و مستقیم قرار بدین و فشار میدین. عوضش نکنین، همونی که اونجا هست رو روش ببندین. قبلا میگفتن خیلی باید محکم بسته بشه، ولی الان میگن نه، به خاطر اینکه خون به قسمت‌های دیگه به خصوص این قسمت نمیرسه و این خطرناکه. در حدی باشه که یه انگشت بتونه زیر اون بانداژ بره و بیاد. و در یه همچین حالتی برای که خونریزی کمتر بشه اون اندام و در صورتی که نشکسته باشه بالاتر میگیرین که خونریزی کمتر بشه. خب این یک زخم دیگه است از نوعی که درش جسم خارجی قرار گرفته. معمولا ظاهر این جور زخم ها خیلی نسبت به قبلی بدتر هست. در یه همچین شرایطی به هیچ عنوان دست به اون جسم خارجی نزنید، چون اگه جسم خارجی رو شما بیرون بیارین بافت های دیگه هم پاره میشه و خونریزی بیشتر و بیشتر میشه. در یه همچین شرایطی اگه نیاز به کمک داشته باشین میتونین کمک بخواید، مثل من که از جاویز کمک میگیرم. جاویز جان میشه بیایید به من کمک کنید؟ دو تا بانداژ یا دو تا پاچه‌ای رو که در واقع سفتش کرده باشیم و حالت در واقع متراکم باشه رو در طرف این جسم خارجی قرار میدیم و فشار میدیم و بعد اون پارچه یا چیزی که همراهمون هست رو به این شکل در میاریم و بلافاصله میبندیم. بستن این خیلی مهمه، نباید روی جسم خارجی بیاد، چون اگر روی جسم خارجی بیاد جسم خارجی بیشتر فرو میره و رگ‌ها رو پاره میکنه. بنابراین این بار از اطرافش جسم خارجی همچنان میبینین در وسط قرار گرفته و بعد محکم اون رو میبندین، اما میبینید که جسم خارجی همچنان در وسط و هیچ فشاری روش نیست. یکی از اتفاقاتی که ممکنه در حین خونریزی های شدید و جراحت ها اتفاق بیفته شوک هست، که علت اساسی شوک این هستش که خون به اندازه کافی به بافت ها و اندام های بدن نمیرسه. بیمار در این حالت احساس ضعف و قش بهش دست میده و سرگیجه داره و ممکنه که بیفته که باید بلافاصله اون رو زمین بخوابونید. عرق کردن و همچنین رنگ صورتی که پریده شده، رنگ لپاس که کبود و حتی آبی رنگ ممکنه بشه و شروع میکنه به نفس های تون تون زدن و کوتاه. هول نکنید، فقط سعی کنید که بیمار رو زمین بخوابونید. دو تا پای اون رو به سمت بالا نگه میداریم تا خون رسانی به سمت اندام های حیاتی مثل قلب و مغز تامین بشه و بلافاصله با اورژانس تماس میگیرین، چون حالتی نیست که شما بتونید به تنهایی اون رو کنترلش کنید. با این اقدامات شما همه تلاشتون رو کردین تا جان یک انسان رو نجات بدید. امیدوار هستم که هیچ وقت از مهارتایی که امروز بهتون یاد دادیم نخواهید که استفاده کنین، ولی اگر با یه همچین مسئله روبرو شدین هول نکنین، دست و پاتون رو گم نکنین، خون سردیتون رو حفظ بکنین و سعی کنین که جلوی خون ریزی رو با فشار مستقیم در واقع بگیرین. به علائم شوک حتما توجه کنین و به اورژانس تلفن بزنید.